سلام، من حمید رضا محمدی هستم. الان بیشتر از 10 سال میشه که گنجور رو، که سایت ادبی هست که اشعار شاعران پارسیگو رو روش در دسترس گذاشتیم، اداره میکنم به همراه یه سری پروژه جانبی و دوستان زیادی از سراسر ایران و خارج از ایران دارن به من کمک میکنن که از طریق این مجموعه پروژه که شامل یه سری در واقع برنامه بازمتن هم میشه، اشعار رو و همچنین چیزهای مرتبط با شعر رو در اختیار علاقمندان بگذاریم. خودم به همین دلیل که در واقع این سایت رو روی علاقه خاصی اداره میکردم، با شعر سر و کار زیاد داشتم و شعر زیاد خوندم احساس میکنم. توی این فرصت میخوام براتون از اثری که اشعار روی ما ایرانی ها میگذاره صحبت بکنم و راجع به یه مطلبی که خودم بهش احساس میکنم رسیدم، راجع به لذت بردن از شعر براتون بگم. در مورد اثرگذاری شعر روی ایرانی ها گفتن که 3 تا ملت باستانی رو میشه با 3 دسته از بزرگانشون شناخت. گفتن یهود رو با پیامبرانشون، یونانی ها رو با فیلسوفانشون و ایرانی ها رو با شاعرانشون میشناسن و شاعران نماینده ما هستن. به صورت تاریخی شعر روی ما اثر خیلی زیادی داشته. نمونه های جالبی تو تاریخمون نقش شده احمد ابن عبدالله خجستانی، یکی از سرداران عهد صفاری طاهری، عهد آغاز استقلال طلبی ایرانیان بعد از اسلامه. نقل میکنن که این آدم بسیار شجاع و جسوری بوده، توی دوره 6-7 ساله شخصیت مهمی هست و تا حد تأسیس یک دولت مستقل هم پیش رفته. مطلب جالب در مورد این آدم اینه که این آدم از این آدم هاست که زندگی دو بخشی داره. بخش اول زندگی این آدم اصلا بخش جالبی نیست. میگن که ایشون یه شغل کاملا معمولی یا پایین دست داشته. نوشتن توی تاریخ شغل ایشون خربنده بوده. خربنده تعریف میکنن که سر بازارا وامیستاده و هر کسی که مثلا مرکبش رو میخواسته بره داخل بازار، مرکبش رو به ایشون میسپرده و بعد برگشتن از ایشون میگرفته و یه کرایه به ایشون میداده. به ایشون گفتن که شما شغلتون بود، زندگیتون بود، اون شغل کجا؟ سرداری سپاه و جنگاوری کجا؟ تعریف کرده که من یه روز داشتم دیوان حنظله بادقیسی رو ورق می زدم، به این شعر رسیدم. مهتری گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. میگه این شعر چنان اثری روی من گذاشت که دیگه نتونستم به اون زندگی راضی بمونم و اتفاقی که افتاد، تصمیم گرفتم که به توصیه همین شعر به کام شیر برم و دنبال مهتری و عز و نعمت و جاه باشم. اگر مثل مردا کشته بشم که به همین توصیه عمل کردم، وگرنه به هدفم رسیدم، که به هم به هدفش رسید و آخر سرم البته در این راه کشته شد. نمونه دیگه ای هم هست، از این نمونه ها زیاد داریم تو تاریخمون، ولی فکر میکنم مرورش میتونه نشون بده که چقدر شعر برای ما مهمه. نقل میکنن که احمد ابن نصر سامانی، سلطان سامانیان، شاید مثلا 50-60 سال بعد از این شخص بوده باشه، پایتخت زمستانیش شهر بخارا بود. توی تابستون ها به یه شهر توی خراسان بزرگ، خراسان شامل خراسان امروزی ما و همینطور تاجیکستان، افغانستان و قسمت زیادی از ازبکستان، به یکی از این شهرها پایتختش رو منتقل میکرد، اونجا میرفت و کشور رو از اونجا اداره میکرد. معمولا به شهر سمرقند میرفت. یک سال به شهر هرات رفت و اونجا بهش خوش گذشت. 4 سال متوالی به بخارا و به هیچ شهر دیگه نرفت و همونجا موندگار شد. بزرگان دولت سامانی اکثرا اهل شهر بخارا بودند، نگران شدند و دلتنگ شهرشون و همینطور مردم شهر بخارا، به خاطر اینکه شهرشون داشت اهمیتش رو از دست میداد. تصمیم گرفتن که برای این قضیه چاره‌ای پیدا بکنن. چاره‌ای که پیدا کردن این بود که سراغ رودکی، آدم و شعرای شعر پارسی برن و از اون چاره بخوان.
رودکی ازشون خواست که زمانی که سلطان در بزمه خبرش کنن. بزمه سلطان به پا شد و رودکی رو خبر کردند. رودکی تعریف میکنن که بربط و چنگ خیلی خوب میزد. توی کتاب چهار مقاله نظامی عروضی این داستان رو نوشته که رودکی در بزم شاه و زمانی که شاه در بزم نشسته بود اومد و شروع به چنگ زدن کرد و با همراه با چنگش شروع کرد به خوندن این شعر: بوی جوی مولیان آید همی. جوی مولیان که حالا توی تصنیفامون ما بیشتر بوی جوی مولیان شنیدیم، یکی از محلات شهر بخاراست و این شعر کلن در مورد شهر بخاراست، رود آموی و در مورد اون صحبت میکنه. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی. میر ما هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. نظامی عروضی نوشته که زمانی که رودکی با همون حالت آواز خوندنش به این بیت رسید، امیر در همون وضعیتی که بود که گویا لباس مناسبی هم به تن نداشت و بدون اینکه پاافزار مناسبی به پا داشته باشه، به سمت اسبش دوید، اسبی که حتی آماده سوارکاری هم نبود، زین شده نبود، سوار اسب شد و یک سره از هرات تا بخارا، هراتی که توی افغانستان امروزیه و بخارایی که تو ازبکستان امروزیه، تاخت. چنین اثری این شعر روش گذاشت. این دو تا نمونه که خدمتتون نقل کردم، اثرات، حالا نمونه اول یک شعر حماسی و نمونه دوم بازی با نوستالژی پادشاه، حالا یه جور شعر عاطفیه. من خودم شخصا شعرهایی روش لذت میبرم و احساس میکنم شما هم خیلیاتون اینجوری باشید که منو با یه حالت کشف معما، کشف لایه دوم شعر میرسونه و احساس میکنم که برای کشف این معماها خوندن شعر، درست خوندن شعر یکی از نکات کلیدی هست و توی گنجور دارم یه کاری میکنم. شاید 2 ساله که دارم این کارو میکنم. افرادی که شعرها رو میتونن درست بخونن و درست خوانی رو آموزش بدن، طبق یک روالی با استفاده از اون نرم افزار گنجور رومیزی که نرم افزار باز متن رایگانی هست، شعرها رو میخونن با متن همگام میکنن، برای من میفرستن و من روی سایت در دسترس میذارم. کارهای زیادی شده، کل غزلیات حافظ، غزلیات سعدی الان در دسترس هست. میخوام یکی چند تا نمونه رو براتون با هم مرور بکنیم از این شعرها که لایه دومی دارن، لایه پنهانی دارن که این لایه پنهان کشفش به ما یه لذت خاص میده. از این شعرها غافلگیر میشیم ما. با حافظ شروع میکنم من. رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. حافظ یکی از نکات اصلی شعرش که روه و خیلی وقت دستمون میاد، تناقض هایی که تو شعرش وجود داره، تضاد هایی که سوال هایی توی ذهن ما ایجاد میکنه که جواب درستی براش پیدا نمیکنیم. و خوشبختانه این مخفی بودن حافظ که حافظ بالاخره چیکاره است، باعث میشه که با هر عقیده و هر صنفی که هستیم باهاش دوست بشیم. این شعر هم از اون تضاد ها داخلش داره. نکته ای که من میخوام بگم تضادش نیست. تضادش اینه که آره، میگه من داشتم تسبیح میگفتم، تسبیح هم از دستم خارج شد که کجاش بودم، دیگه نفهمیدم کجا بودم. چرا؟ چون داشتم با ساقی معاشرت میکردم. تضادی که جلوی ما گذاشته، تسبیح کجا، ساقی کجا، اینو چجوری میخوایم حلش بکنیم، بماند. نکته دومی که این شعر داره و به نظر من خیلی جالبه و کشفش به ما کمک میکنه، در مورد تسبیح گفتن داره صحبت میکنه. تسبیح گفتن رو توی خاطرتون بیارید. خودتون دارید تسبیح میگید، چه اتفاقی میفته یا کسی رو میبینید که داره تسبیح میگه؟ ذکر اصلی تسبیح رو داره تکرار میکنه، اون صحنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این صدا رو توی ذهنتون داشته باشید و یک بار دیگه این شعر رو بخونید. رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دستم در ساعد ساقی سیمی ساق بود. تکرار حرف سین.
و واژه‌هایی که کرده دقیقاً به جاست و اون صحنه رو برای ما ساخته، صحنه رو با استفاده از حروف و کلمات حروف برای ما ساخته. شبیه این رو من توی شعر معاصر یه نمونه‌شو دیدم، اینو بعید میدونم که بتونم درست اجرا بکنم، برای همین نکتهشو از پیش براتون میگم که چه جوریه. مال مهدی اخوان ثالث، شعر آخر شاهنامه، یه قسمت داره در مورد صحنه های جنگ صحبت میکنه و داره سعی میکنه اون صحنه های جنگ رو با همین واژه‌هایی با تکرار حروف برای ما بسازه. از واژه چکاچاک استفاده کرده، اون حسامیزی که ما احتمالاً پیدا میکنیم، صحنه خوردن به همه شمشیرها رو میبینیم. واژه‌هایی که برای طبل زدن در واقع انتخاب کرده، صحنه در واقع طبل زدن توی ذهن ما میاد و واژه‌هایی که برای در واقع تیر انداختن انتخاب کرده، یه تکرار حرف شین داره که اون شکافتن هوا توسط تیرها رو به ذهن ما میاره. ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قبارآلوده بیغم را با چکاچاک مهیب تیخامان تیز، قرش زهر دران کوس هامان سه، پرش خارا شکاف تیر هامان تند نیک بکشایی. نمونه بعدی رو من از خیام انتخاب کردم. میگه آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه او شاهان نهادندی رو. اون قصری که از لحاظ اوج با قصر چرخ فلک در واقع هماوردی میکرده، زمانی که خیام بهش عبور کرده، اتفاقی که افتاده، ویرانه شده بوده و روی کنگره هاش یه فاخته نشسته بوده. فاخته اسم دیگرش مرغ کوکوه، به خاطر نوع آوازش کوکو کوکو میکنه و داشته آواز میخونده. آن قصر که بر چرخ همیزد پهلو، بر درگه او شاهان نهادندی رو. دیدیم که بر کنگرهش فاخته‌ای بنشسته، همی گفت که کوکو کوکو. یعنی اتفاقی که میفته، در گام اول فکر میکنیم که خب صحنه رو توصیف کرده، مرغ کوکو اونجا نشسته بوده و خیام در مورد اون داره صحبت میکنه، ولی نامتناسبه. کوکو مرغ فاخته ربطی به ویرانه نداره، مرغ ویرانه جغده. خود خیام فکر میکنم جای دیگه میگه که جغدی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. یا یه نقل دیگش، گفتم چه خبر داری از این ویرانه، گفتا خبر این است که افسوس افسوس. اینجا فاخته چه تناسبی داره؟ تناسبش رو زمانی که شعر رو، بیت دوم رو دوباره میخونیم و نکتش رو میفهمیم در واقع متوجه میشیم. دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته، همی گفت که کو 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 کو. سومین مورد رو از حافظ انتخاب کردم. برای به دست آوردن نکته این در واقع بیت به ابزار نیاز داریم که توضیح میدم ابزارش چیه. گنجوره و کمک که گنجور میتونه بکنه. میگه سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست. معنای ظاهری روه کی، من فقط من حافظ نیستم که گرفتار تو هم، کیه که گرفتار تو نیست. اگر این شعر رو برید روی گنجور پیدا بکنید و نگاه بکنید، یه لینک پایین شعر هست به اسم شعرهای مشابه، شعرهایی که توامن با این شعر که وزنش هست فعلاتون 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 فعلن، هم وزن و هم قافیه، قافیه حروف قافیهش ره نیست هست. اولش یادم نمیاد، رنیست هست. اگر اونجا برید ببینید، شعرهایی که توامن با همین شعر هم وزن و هم قافیه هستن رو به شما نشون میده. و اولین شعری که احتمالا اونجا نشون میده یا دومین شعر، شعری از سعدی که میگه کیست آن کس سر پیوند تو در خاطر نیست، یا نظر در تو ندارد مگرش ناظر نیست. اتفاقی که اینجا میفته و لایه دوم این شعر رو ما کشف میکنیم اینه که ما متوجه میشیم که حافظ توی این بیت داره میگه که با نقل قول از سعدی داره میگه که توی معنای دوم، فقط من حافظ نیستم که گرفتار تو هم، قبل از من سعدی هم که اینو میگفت گرفتار تو بود. این در واقع کمکی هست که اون شعر میتونه بکنه. توی این صحبت در واقع من سعی کردم در مورد اینکه نحوه خوندن شعر
چطور میتونه معمولا لایه دوم شعرها رو برای ما باز بکنه، که نمونه هایی که من برشمردم و حالا کاری که من کردم نکته هاشو لو دادم، شبیه حالا لو دادن آخر فیلمیه که احتمالا خودتون میتونید ببینید. خوشبختانه ادبیات ما پر از هزاران بلکه میلیون ها تا از این هاست. شما هر بیت حافظ رو جلوی در واقع جلوتون بگذارید و روش تعمق بکنید، به اینا میرسید که این یه نیمه دوم داره، یه معنای دوم داره، یه دلیل خاصی داره که فلان حرف تکرار شده، یه دلیل خاصی داره که به فلان در واقع شعر شاعر دیگه ارجاع داده. فکر میکنم که دوستانی که میتونن اشعار رو خوب بخونن و معنای شعرها رو میتونن خوب بفهمن، با مشارکت توی اون پروژه، با مشارکت آموزش درستخوانی به علاقمندان شعر فارسی، میتونن هرچه بیشتر به لذت بردن از ادبیات، لذت بردن از غافلگیری از شعرها، چیزی که فکر نمی کردیم توی این شعر باشه، کمک بکنن. ممنونم.